سلام به شما عزیزان خداوند، سلام به همه فارسی زبانان عزیز. خیلی خوشحال هستم که با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و امروز اومدم به خونه هاتون، به محل کارتون، به کلیساهای خونگیتون. چقدر خوشحال از این هستم. امروز هم پیامی کوتاه دارم، ولی اون چیزی که خداوند به قلبم انداخته دوست دارم به شما بگم. من کشیش رضا پزشکیان هستم و اینجا مینیستری کلیسای پادشاه ابدی در امریکا. خوشحالم که عزیزان میبینم که میان و مینویسن من عضو کلیسای پادشاه ابدی هستم. خیلی خیلی خوش آمدید. مونا جانو میبینم، خوش آمدید. عزیزان دیگر رو میبینم، برادر امیر عزیز رو میبینم، خدا رو شکر. چه افتخار بزرگیه که بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم در این روزهایی که کشور ما پر از درده، پر از آتشه، پر از مصیبته، پر از مرگه. خداوند چقدر خداوند خوبیه که ما رو کنار همدیگه میذاره تا از کلامش قوت بگیریم، تا محکم وایستیم، تا به هم تکیه بدیم و همه رو اون سنگی وایستیم که سنگ زاویه است، یعنی کلام خداوند و عیسی مسیح، یعنی کلام زنده خداوند. من کشیش رضا پزشکیان هستم و اینجا مینیستری کلیسای پادشاه ابدی. آرمیتا جان رو میبینم، خوش آمدی. خواهر آذر عزیزه میبینم. عزیزانی که بخوان حضوری بیان باید آدرس بگیرن از ما که بتونن در مراسم کلیسای پادشاه ابدی حضور فیزیکالی داشته باشن، و عزیزانی که تو این استیت نیستن یا اصلا تو این کشور نیستن میتونن از طریق فضای مجازی، اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک، یوتیوب ما برنامه های ما رو ببینن و تعالیم کلام خداوند و با اون زبون سادهی که گفته میشه دریافت بکنن. کانال ما خیلی جالبه، تنها کانالیه که خیلی با زبان عامی صحبت میکنه، با زبون مردم صحبت میکنه، زیاد توی تیک تیک نیست، زیاد توی چارچوب نیست، زیاد با الفاظ بازی نمیکنه، با کلمات قلمبه سلمبه نمیخواد کلامو بگه. حتما برای برادر ما حسین رونقی که الان وضعیت جسمانیش خوب نیست متحدن دعا خواهیم کرد. عزیزانی که میشین شنوند، برای اون عزیزم که دعا کنن که از اون بند خداوند نجاتش بده. خب امروز میخوام درباره چیز مهمی صحبت کنم. واسه اولی که هم از این چای سردم بخورم. خدا رو شکر. امروز میخوام از نغمه ها صحبت بکنم. نغمه چیه؟ تا حالا تو یک باغی رفتید صدای گوش نواز پرندگان به شما بخوره؟ به این میگن نغمه، خواندن، خانش. نغمه بلبل در چمنزار، بلبلی که از این درخت، از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه، و مست توی این بهار و تابستون داره تو این طبیعت سیر میکنه و چهچه میزنه و ما میشنویم روح ما تازه میشه. درست میگم؟ تا حالا اینو تست کردید؟ خواهش بکنم بنویسید. اون عزیزانی که تست کردن، فکر کنم خواهر بیتای عزیز باشه، میبینم، نمیدونم همون بیتایی است که برای من پیام میده گلمندانه یا نه. و خدا رو شکر. و اگر توی این چمنزارها هستیم، صدای نهر آب و طبیعت به گوش ما میخوره و گوش نوازه، چقدر لذت بخشه، چقدر آرامی میده. بلبل، نغمه بلبل در این نهرهای آب روان، آب زلال. صدای آبو شنیدید؟ جلو رفتید صدای نهرها که میپیچه توی این سنگا، میره توی این سنگ فرش کف رودخونه. و اگر نسیمی بهاری باشه، این برگ های تازه رویده رو
به جنبش در میاره و این برگ‌ها صدای گوشنوازی دارن. صدای گوشنوازی دارن و آرامی میگیره آدم. این صدا هستن که به ما آرامش میدن و صداهای دیگه توی طبیعت، صدای اعضای خانوادمون، صدای نوزادمون، صدای همسرمون، صدای برادرمون، صدای خواهرمون به ما یک آرامش میده. و همینطور صدای کلام خدا، صدای خداوند. آره خداوندم صدا داره، صداش به گوش دل ما میپیچه. کلام خداوند با ما حرف میزنه توسط روح القدس، میپیچه، تنین میندازه. صدای خدا، آرامی روح القدس جان ما رو تازه میکنه، ما رو مشتاق میکنه که هرچی بیشتر صداشو بشنویم، کلامشو بخونیم، چون جان ما رو سیر میکنه. این همون صدای بلبل نغمه سرا، این اون وزش باد توی برگ‌ها و صدای اون نر. چه بسا اونا فقط اشانتیونی هستن از صدای دلنواز روح القدس که در جسم و جان ما تنین میندازه. میدونید چرا به ما آرامی میده؟ چون نغمه کلام خدا ندای عشقه، نغمه عشقه، صدای عشقه، خود عشقه، خود محبته، خدا محبته. چون نغمه آزادی سر میده، نغمه عشق، نغمه دوست داشتن، نغمه هم نوع دوستی، نغمه آزادی، نغمه شفا، پیروزی، ثروت زمین آسمان. این صدای خداست، صدای روح القدسه که با قلب ما صحبت میکنه، با گوش روحانی ما صحبت میکنه. ولی در این دنیای پرتلاطم صداهایی هستند که اینطوری نیستند، برای اینکه از خدا نیستند. صداهایی ما میشنویم گاهی اوقات از کوچه، بازار، بیرون، دوست، آشنا، کتاب، تلویزیون، همکار، دولت، که صدای خدا نیستند. اونا نه تنها گوش نواز نیستند، حال به همزن هستند. حالت تعو با آدم دست میده. میدونی چه صداهایی؟ صدای خشونت، صدای ظلم که الان توی کشور ما بلنده، صدای ظلم بلنده، صدای نابرابری. آره این صداها که حال آدم به هم میزنه، صدای نفرت، صدای دروغ. صدای دروغ و در نهایت صدایی که از خوب گوش کنید، صدایی که حال آدم رو به هم میزنه از ته حنجره شیطان بیرون میاد. میدونید صدای چیه؟ صدای مرگ، صدای مرگ. هر جا صدای مرگ شنیدید پای شیطان اونجاست، کار شیطان اونجاست، حقه شیطان اونجاست، نفوذ شیطان اونجاست، حکومت شیطان اونجاست. هر جایی که از مرگ شنیدید، از کشتار شنیدید، از قتل شنیدید، صدا براتون آشنا نیست؟ امروز توی ایران صدایی از ته حنجره شیطان میشنوید، صدای مرگ که افتاده توی خیابونها. دختر و پسرم نمیشناسه، دختر و پسرم نمیشناسه، فقط میخواد بکشه، چون شیطان خونخاره، شیطان خون دوست داره،
شیطان خون دوست داره. چهل و سه ساله داریم از حنجره شیطان صدای مرگ در کشور ما میشنویم. دیگه بسته. اون حنجره رو خداوند داره خفه میکنه. نفسای آخره. چهل و سه سال برای همه دنیا مرگ خواستن، همه رو خواستن بکشن، مخصوصا در این ایام پررویشون، کراهتشون از همه بیشتر شده. میدونید این پیامو کی خدا به من داد که امروز برای شما بگم؟ خداوند حرف میزنه. کل این پیامو در تو یک لحظه داد، لحظه ای که داشتم توی تلویزیون، توی ماهواره، شبکه های بیطرف رو نگاه می کردم و این ویدیوهایی که هموطنان ما فرستادن برای این شبکه های بیطرف که آگاه سازی می کنه، اطلاع رسانی می کنه، دیدم شیطان و شیطان صفتان فرزندان ما رو میکشند، بچه 10 ساله رو میکشند. ولی امروز یه چیز دیگه دیدم. تمام بدنمو به لرزه انداخت. شاید شما هم شنیدید، دیدید. اون چیزی که تو امن تن منو به لرزه انداخت و حال منو به هم زد، جنایتی بود که توی خیابونا میکردن و این گوشی، این دوربینی که داشت این جنایت رو ثبت میکرد، یه چیز دیگر هم داشت ثبت میکرد. میدونی چه چیزی؟ صدای اذان از مناره های مسجد، صدای اذان از مناره های مسجد تو اون کشور بلند بود، ولی داشتن بچه های 10 ساله رو مایل تو خیابون میکشتن. من صدای اذان رو از ته حنجره شیطان میشنیدم. نفرت انگیزترین صدایی که تا حالا تو عمرم شنیدم، صدای اذان در کشتار انسان ها، اونم کشتار هموطنانمون، اونم جوونای ما، نوجوونهای ما، دخترها و پسرها و مردها و زنهای بزرگسال. اگر این از صدای شیطان، از حنجره شیطان بیرون نمیاد، از کجا بیرون میاد؟ چقدر کراهت، چقدر کثافت، چقدر حال به هم زنی، چقدر عفونت دارید شما ای فاسدین جمهوری اسلامی. به گفته خود شما، صدای اذان برای به حضور خداوند رفتنه. ما که خدای شما رو قبول نداریم، خود بیدینتون دارید اینو میگید. در همون صدای اذان قتل میکنید شما. وای بر شما، وای بر شما، وای بر شما. اون صدای اذان به قول این دوست عزیز ما سرود پرستش شیطانه. پرستش شیطان، چون شیطان لذت میبره بکشه و هلاک بکنه دیگه. کلام خدا میگه، میگه شیطان کاری دیگه این نداره، بدزده، بکشه، هلاک بکنه. ولی اینو یادتون باشه، شما که جوجه هستید که دارید ملت ما رو میکشید، بزرگتراتون، گندتراتون به زانو میفتن، نعره میزنن،
به پای خداوند و مغلوب خداوند هستند. براتون دو تا آیه میخونم، دو تا آیه میخونم. لوقا باب 8 میخوام برای شما بخونم. لوقا باب 8 آیه 28. چون عیسی را دید نعره زد و پیش او افتاده به آواز بلند گفت ای عیسی پسر خدای تعالی، مرا با تو چه کار است؟ از تو التماس دارم که مرا عذاب ندهی. آخوند دوزری، دوزرم برات گرونه، تو که جوجه ای، ای پاسدار دوزری، ای بسیجی دوزری. شیطان زیر پای عیسی زانو میزنه و نعره میزنه، میگه منو چیکار داری، من عذاب نده. کار شما زانو زدنه در مقابل قدرت خداوند تعالی. و اعمال رسولان باب 8 هم بخونم برای شما. هللویا. اعمال رسولان باب 8 آیه 7. زیرا که ارواح پلید از بسیاری که داشتند نعره زده بیرون می شدند و مفلوجان و لنگان بسیار شفا می یافتند. تمام اون نیروهای تاریکی که در این پاسدارا آخوندا هستند، در اون لباس شخصی هستند، باز زانو بزنن، نعره بزنن، تک کنن اون خاکو. تا وقت هست توبه کنید برگردید، تا وقت هست توبه کنید برگردید. البته گنده های شما، اون آخونده، اون لیدرهای شما دیگه وقت توبه هم ندارن، وقت داوری خداوند رسیده. این همون زمانی که دیگه برای فرعون زمان توبه نبود، زمان داوری خدا بود. ای جوجه پوجه ها که شما آتش به اختیار شدید، مردم رو میکشید، توبه کنید برگردید، شاید ملت شما رو ببخشه، شاید بخشیده بشید. این پیام امروز من بود، این پیام امروز من بود. اسم این پیام نعره شیطان، یعنی همون چیزی که از بلنگوها میذارن، نعره شوم شیطان، نعره شوم شیطان، سرود پرستش شیطان. ولی خدا رو شکر ما پیروزیم. خبر خوش برای ایماندارا، ما پیروزیم. خبر بد برای شیطان و شیطان صفتا، شما شکست خورده اید به همین سادگی، چون کلام خدا میگه. خب با شما خداحافظی کنم. اگر کسی میخواد براش دعا کنم برای شفا آزادی، پیام بده به من، بهش تایم بدم. امروز 2-3 ساعت پشت دوربین هستم، پیام بدید که بتونم برای شما دعا بکنم، یه تایمی بدم که بتونید تصویری با من صحبت کنید. اگه میخواید دعا برای شفا، برای آزادی، برای پیروزی، اگه فکر میکنید کسی برای شما یه دعا نویس شیطان صفتی جادو کرده یا برای شما تلس شده، اگه دوست دارید و میدونید عیسی شفا دهنده است، پیام بدید. 2 کلیسای پادشاه ابدی رو به همه معرفی کنید. 3 کسی تو قلبش هدایای نقدی بده، با ما پیام بده. دوستتون دارم. I love you.